در ایران بوده نه، ولی خب وقتی که ما اینجا بودیم مثلا مادر من یه چیزی میگفتن ایشون ناراحت میشدن، یا مثلا خواهر من یه چیزی میگفتن ایشون ناراحت میشدن، و این مسائل هیچ وقت حل نشد. حتی اگر ما صحبت کردیم ایشون انگار هنوز سر اون حرف خودشون هستن، میگن مثلا اینا با من دشمنی دارن فلان دارن، در صورتی که من راستش رو بخواد دشمنی نمیبینم. مثلا خواهر شما از ایران برای شما در استرالیا چه گفتن چه کردن که ایشون به اون اشاره میکنه؟ ببین مثلا ما نمیدونم مثلا بعد دو سه هفته میشینیم با هم دیگه، مثلا من میخوام با خواهرم یه احوال پرسی بکنم که چطوری تو، میگه تو چطوری، چیکار کردین چیکار نکردین، من همین سوال رو میپرسم بچه چطوره. بعد خب مثلا احوال خانم منم میپرسن، بعضی موقع ایشون میشینه، بعضی موقع که نه همیشه میشینه مثلا ایشون هم صحبت میکنه احوال پرسی میکنه. اون وسط نمیدونم یک چیز خیلی کوچیکی که بگه ایشون ناراحت میشه که مثلا آره فلانی به من فلان چیزو گفت، یا مثلا تو ایران بین خانواده های سری مسئله اتفاق میفته، حالا بابای من به بابای ایشون زنگ میزنن، یا مامان من به مامان ایشون زنگ زدن موقع، یا برعکس مادر ایشون به مادر من زنگ زدن. اون مثلا پارسال اتفاقی افتاده، یه سری تفاهماتی به وجود اومده، ایشون خودش رو انگار ناجی خانواده میدونه، که یعنی مثلا هیچ کس حق نداره به بابای من حرف بزنه، هیچ کس حق نداره به مامان من بی احترامی کنه. اول که بی احترامی نبوده اینطوری که من میبینم، دوم که اگر اتفاق باشه تو خانواده تو که گروناپن بذار خودشون با هم دیگه مشکلاتشون حل میکنن، من تو واردش نشیم وارد این مسئله. حالا شما فکر میکنید ایشون هنوز شما رو دوست داره؟ سال دوم سب کنید، اگر شما همه اون چیزایی که همکتون میدانید در مورد ایشون میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟ سعی کنم بیشتر بشناسم. سوم، آیا ایشون همه اون چیزایی که درباره شما و زندگیتون میدونن رو اگر میدانستن با شما ازدواج میکردن؟ اون رو هم تردید دارم. شما فکر میکنید ایشون پشیمونن از کاری که کردن؟ اینو بارها خودشون به زبون میارن، منتها اتفاقی که میفته تو رابطه ما اینه که یا خوبه خوبه یا بده بده. وقتی خوبه مثلا ایشون با هم میگه که آره من خیلی خوشحالم از اینکه تو رو دارم، تو زندگی من هستی، خیلی خوبه، من تو همیشه سعی میکنم کمکشون کنم، ساپورتشون کنم، حالا به هر لحاظی کردش. وقتی که با هم دیگه مشکلی پیدا میکنیم، بعد حرفایی که باز من میشنم دقیقاً 180 درجه برعکس. حالا اگر آنه سب کنید حالا فرض کنید که یه روزی ایشون حالشون خوبه و اون حرفای خوبه به شما میزن، هی بهش بگید که عزیزم دیشب یا دو روز قبل اون حرفایی که زدی، اون صحبتهایی که این مهمه، صحبتهایی که کردی آینا درست نبود و چرا اینجوری کردی، آیا ایشون در مقام یه توضیح و عذرخواهی برمیان یا یه کمی حالشون به هم میخوره، یا شما جرأت نمیکنید این حرفو بزنید چون فکر کنید الان باز اوضاع خراب میشه؟ قبلا سعی میکردم این کار بکنم، ولی چون اوضاع خراب میشد یا حالشون ناراحت میشدن دیگه اخیرا این کار رو نمیکنم. چون میدونم که اگر دوباره مسئله رو مطرح کنم دوباره همون اتفاق ممکنه بیفته. بنابراین روزی هم که ایشون حالش خوبه، اگر شما موضوعای قبلی رو که در دعواتون ایشون مطرح کردن مطرح کنید، احتمالا رابطه به هم میرسه. بله. خب بنابراین شما با بنبست رو بروید عزیز. ایشون یه حساسیتهایی داره و یه احتیاجات و انتظاراتی که با واقعیت شرایط شما و زندگی شما نمیخونه و گیرید عزیز. من امیدم این بود که اگر ایشون روی خط بودن خیلی کمک میکرد. بنابراین من پیشنهادم به شما اینه که این مکالمه رو بگذارید ایشون بشنون، و اگر خودشون دلشون خواست مشروط بر این که با شما باشه، تنهایی نه، میتونید دوتایی با هم بیاد صحبت کنیم، برای این که اینا علامت خوبی نیست عزیز. معمولا روابطی از این قبیل به گونه‌ای که شما مطرحش میکنید میتونه در آینده خطرناک بشه. حالا سوال بعدی من این است که ماجرای داشتن بچه الان بینتون در چه حدی مطرح بوده یا همکنون مطرحه؟ ایشون به شدت ترس دارن از این قضیه، یعنی ما اون اولش که حالا رضا همه مسائل صحبت می‌کردیم، من این سوال پرسیدم که نظرتون در مورد بچه چیه، ایشون گفتن که من بچه دوست دارم، از بچه بدم نمیاد،
و خب بستگی به شرایطش داره دیگه، حالا بریم توی زندگی ببینیم چی پیش میاد، هم قرار احساسش بود نیاز کردیم، نیاز پیدا کردیم به اینکه بچه داشته باشیم. کاری من الان کجا ایستادن؟ یعنی اگر شما امروز الان ایشون بارها و بارها به من گفتن من تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم بچه دار بشم، اینجا تنها هم کسی نیستش، رو تو نمیتونم حساب کنم، تو شرایط پدر شدن رو نداری، نمیتونی مثلا زندگی خانوادگی رو قبول کنی. و اصلا یعنی خیلی به وضوح گفتن که آره نه. اوکی. من فقط برای این که ببینم ایشون در کجا ایستادن، اگر خواستید این کار میکنم، ولی اگر ایشون نخواستن که کاملا میتونم بفهممشون، من از آنچه که میشنوم خوشحال نیستم، آینده خوبی رو هم پیش بینی نمیکنم، بنابراین این بچه دارمش. بیش از اینم فکر میکنم الان ضرورت داره، چون اگر ایشون بیان ممکنه مقدار چهره گفتگو کمی متفاوت بشه، گرچه بعید میدونم، ولی اگر دوتایی آمدید با یه اشاره مختصری با آنچه که شما من فرمودید بکنید، منم فکر میکنم یادم میمونه، بعد میتونیم دنباله گفتگو رو داشته باشیم، البته اگر ظرف یکی دو هفته آینده باشه که من در حافظم نگه دارم. اون فکر کنم صلاحتون باشه عزیز تا من به شما حرفی بزنم یا نظر و توصیه داشته باشم که میتونه مفید واقع نشه. آقای دکتر یکی دو تا سوال کوچیک یه جزو دارم بپرسم. ببینید تو این حرفا، تو این جر و بحث حرفای من میشم که اینا مدا همیشه تکرار میشن، یعنی من فکر نمی کنم اکثر عصبانیت بشه، اینا حرفایی هستن که توی مثلا ذهنشون توی وجود، مثلا اینکه تو دختر مردم ورزشی بودی استرالیا، بعد الان مسئولیت پذیری نیستی، الان ولش کردی، دیگه چی؟ یا اینکه مثلا میشنم که تو به زندگی مجردی عادت کردی، تو دوست داری مجرد باشی، اصلا نمیتونی من به عنوان همسر قبول کنی. حرف ایشون این است که یا درست مثل پدرم در خدمت ما قرار میگیری یا برو دنبال کارت. ایشون اینجا چون گفتم نمیخوام حرف بزنم برای که ایشون عصبانی میکنم، ایشون دنبال یه پسر خوبی میگردن و ضمناً پسر خوبی که ببرتشون پلوی خانوادهشون کنار اونا پسری کنه یا نوکری کنه. گرفتاریتون اونجاست هست و شما هم بچه وسط با اون شرایطی که داشتید در آغاز به نظر هر دو خوش درخشیدید، ولی الان مردد. به هر حال هم شما صحبت‌ها رو بشنوید هم ایشون بشنوید، ببینید چیکار کنیم. شما هم پخش میشه، شما هم که اگر بخواید میتونید بشنویدش، برای که هر دو همچنان در استرالیا بیدارید. کجام شهر هستید؟ ما آدلاید هستیم. اوکی. نمیدونم من اون سفری که اومدم اونجا شما رو دیدم یا ندیدم، نمیدونم. نه okay. متاسفانه دست اوکی هست. برحال لطفا بشنویدش، ایشون هم بشنون، ای دلشون خواست و خواستن واقعا موضوع زندگیشون رو مطرح کنن، بیاد روی خط با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال نیستم از اون چه شنیدم. بس بی خودی هم دنبالشو نگیرید الان، چون به نظر من مفید نیست. برحال